دوره 26 هزار ساله، خیلی ها میپرسن که دوره 26 هزار ساله ای که دیروز گفته چیه؟ ببینید، عده‌ای معتقدند که زمین هر 26 هزار سال یک تغییراتی در خودش انجام میده. دیروز یک طوفانی اومد، الان اینجایی که من نشستم هنوز داره یک بادی میاد، یک طوفان هست در واقع، که وقتی تکون میخوره اینجا پنجره یه باز نیست، همه جا بسته است، ولی خونه که خونه رو داره تکون میده. اینجا چند تا چیز حالا پشت دوربین هست، نمیتونم نشونتون بدم، اینجا به هم دیگه میخورن، چیرق چیرق میکنن، دارن الان هم به هم میخورن، اینقدر قدرت طوفان الان زیاد هست. دیروز در استانبول و امروز هم دوباره یک طوفان بسیار بزرگ و بسیار عجیب و بسیار نادر آمد که کامیون رو وسط جاده بلند کرد، به زمین زد، مغازه رو از جا در آورد، سقف ساختمان‌های آپارتمان که معمولاً نوساز هست و ساخت و ساز و متریال خوبی هم توش به کار رفته رو کند و روی زمین ریخت. دوره 26 هزار ساله زمین امکان داره که شامل اینها بشه، چون ما چیزهای بی سابقه میبینید. من الان نزدیک چندین سال هست تو این کشور زندگی میکنم، ندیدم واقعا، به چشم خودم در ترکیه میومده، بارون میومده، طوفان میومده، سیلی که چند ماه پیشم اومد خیلی عجیب بود، آپارتمان ها رو میبرد. میخوام بگم که یک اتفاقاتی داره توی کره زمین میفته، اون آتش فشان ها، اون زلزله ها، همینجور پشت هم داره رخ میده. الان هم این طوفان استانبول و کلن ترکیه، الان رسیده به ترکیه مرکزی و هنوز هم ادامه داره. براتون چند تا از فیلم هاش رو میگذارم، خودتون نگاه کنید که چه خبر بوده. ویدیو چکتیم یا کافه، این کافه رو میبینید که سقفش رو میکنه و میبره. ویدیو چکتیم یا حالا شاید بگید که خب این شاید سقفش آهنی باشه، زیاد قوی نیست، حالا سنبل شده باشه، این رو چه میگید؟ کامیون وسط جاده رو چپ میکنه این طوفان. سر دورلده. دورلده. Geç şuradan geç. Sur devrildi. Ya aksi iş yapıyorsun. Bak devrildi tırlar. Demin tırlar devrildi. 4 tane çap geldi. Tırlar devrildi. Tırlar devrildi. İyi misin? Bilmiyorum, niye kubarsın? Allah boğat hastı. اومده بیرون میگه که خوب هستی، داشت به کامیونیه میگفت. فیلم دیگری رو ببینید. یه برگرد برگرد حالا تو طوفان خطرناک است که بمونید، چون این تیکه ها و اینا مثل گلوله میمونه دیگه، بلند میشه یکیش بیاد تو چش آدم بشینه، امکان کور شدن آدم هست. الله سلامه بله، اینم فیلم دیگر. راننده این کانتینر را افتاده روی ماشینش و نمیتونه جا به جا بشه. و هر حال فیلم های زیادی اومد در این رابطه
در رابطه با طوفان ترکیه، حالا من ببینم توی توییتر هم شاید چند تا فیلم دیگه هم بتونیم پیدا کنیم و بهتون نشون بدیم. میخوام بگم که این دوره 26 هزار ساله یا انتقام زمین یا هر چیز دیگری میتونه آغاز شده باشه، چون که ما توی همین چند مدت کوتاه شاهد سیلی بودیم که آپارتمان ها رو میبرد، شاهد فوران 28 آتش فشان به همراه هم بودیم. الان 8000 نفر از ساکنان جزایر لاپالمای اسپانیا بی خانمان شدن، خونه هاشون زیر مواد مذاب رفته. یه همون جزایر قناری که میگفتن خیلی هم دوست دارن برن، اون جزایر قناری، الان خونه هاشون بر زیر آب رفته و زلزله هم که دیدید، زلزله های عجیب. و مثلا در بندرعباس زلزله‌ای که اومد 6.4 زلزله اومد، کشته آنچنانی نداشت، در صورتی که زلزله‌ای بهم 6.5 ریشتر بود 50000 نفر کشته داشت. خب اینا موجب تعجب هست که چه میشه. بعد کوها میریختن پایین مثل پشم حلاجی شده، میریختن پایین پست ها توی ترکیه. خب این موتورها معمولا غذا دلیور میکنن، اینا هم تعطیل بودن، یعنی ممنوع بود بیرون بیان. ببینید اینجا الان بین دوتا اتوبوس هستن، انقدر باد زیاد هست که امکان داره چند تا از اینها هم آسیب دیدن از این موتورها. ببینید چون اگه این اتوبوس ها برن کنار، اینها رو باد میبره و به درون تنگه بسفور میندازه. که زیر آبار موندن. این ساختمونی هست که ببینید مثل چی داره این ساختمون رو میکنه چیزاش رو و میریزه. این ساختمون ها نوساز هست دوستان، قدیمی که نیست، بگیم کاهگلیه یا مخروبه است. نگاه کنید، هر یا این فیلم یا این فیلم اینا رو دیدیم. البته سقف خونه رو بلند کرده، یا ببینید نگاه کنید، نگاه کنید، اوه ای وای ای وای ای وای اوف یک بودیم شیعه خوشتو رسمن چطه. ای وای ای وای بله، فیلم های طوفان امروز و دیروز ترکیه است. بله، به هر روی این دوره زمین هم آغاز شده و حوادث طبیعی هم به اوج رسیده. شاید هم واقعا مادر زمین در حال انتقام از همه است، هم مردمان معمولی هم گلوبالیستا رو با هم تر خوش رو با هم میسوزونید. میدونید چون هر وقت انسان به اون درجه رسید که فکر کنه که میخواد جای خدا بشینه، یعنی خدایی کنه، معمولا این حوادث به سرش میاد. معمولا بزرگترین امپراتوری ها و قوی ترین امپراتوری ها به وسیله انتقام طبیعت از بین رفته دوستان، یا یک موجودی، یک اهریمنی ساخته میشه که اونها رو از بین ببره. حتی ما توی تاریخ خودمون هم داریم در شاهنامه، خب جمشید، جمشید جم انقدر
پیشرفت کرد، انقدر به قولی به درجات بالایی رسیده بود که میگو من دیگه خدا هستم. خب خیلی کارهای درخشانی کرد، 7 قاره رو پیمود و علم بسیار بالایی داشت، ولی خب به یه درجه رسیده بود که میگو من خدا هستم و اون باعث شد که به وسیله ضحاک نابود بشه. یعنی یک اهریمن بدتر آمد و او رو نابود کرد. این متاسفانه یا خوشبختانه وجود داشت. حال این گلوبالیست ها میخوان دنیا رو به دست بگیرن با این تکنولوژی، با برده کردن انسان های آزاد. امکان داره که مادر زمین از همشون انتقام خیلی خیلی سخت و دهشتناکی رو بگیره.